نماز شب در یک دقیقه. درباره آثار نماز شب فواید فراوانی در احادیث آمده است. این فواید فقط مربوط به آخرت نیست، بلکه در نماز شب در دنیا نیز اثرات قابل توجهی دارد. از جمله آثار دنیایی آن سلامت جسم، تضمین رزق و روزی، منع نزول بلا بر مردم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. درباره آثار نماز شب فواید فراوانی در احادیث آمده است. این فواید فقط مربوط به آخرت نیست، بلکه در نماز شب در دنیا نیز اثرات قابل توجهی دارد. از جمله آثار دنیایی آن سلامت جسم، تضمین رزق و روزی، منع نزول بلا بر مردم. با توجه به این همه آثار چرا خود را محروم می کنیم؟ واقعاً برای انجام ندادن نماز شب و محروم شدن به معنای واقعی چه بهانه‌ای هست؟ بیدار شدن برای نماز صبح سخت است و بیدار شدن قبلش سخت تر. وقت نماز شب از نیمه شب هست تا اذان صبح. خیلی از ماها تا نیمه شب بیدار هستیم. می توانیم نیمه شب بخوانیم، نه آخر شب. گذشته از اینها، در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند من چون پیر مرد هستم اول شب نماز شب میخوانم. فقهای ما هم بر اساس این گونه احادیث برای جوانانی که سختشان هست نماز شب را بعد از نیمه شب بخوانند این چنین فرموده است: برای مسافر، مریض، پیر مرد و جوانی که نماز شب برایش سخت است و کسی که از سرما یا احتلام میترسد، اگر نماز شب را قبل از نیمه شب بخواند اشکالی ندارد. از همه اینها گذشته شما می توانید فردایش قضای نماز شب را بخوانید. ای ملائکه، به این بنده من نگاه کنید، قضای چیزی را که بر او واجب نکردم به جا می آورد. شاهد باشید که او را آمرزیدم. مگر قضای نماز شب هم فایده ای دارد؟ آیا می توانید حدس بزنید خواندن نماز شب قبل از نیمه شب بهتر است یا بگذارید تا اگر قضا رفت قضای نماز شب را بخوانید؟ در روایتی از پیامبر خدا نقل شده است که خداوند به ملائکه‌اش افتخار می کند برای بنده ای که قضای نماز شب را در روز انجام می دهد و می گوید ای ملائکه، به این بنده من نگاه کنید، قضای چیزی را که بر او واجب نکردم به جا می آورد. شاهد باشید که او را آمرزیدم. همچنین در روایتی دیگر به جا آوردن قضای نماز شب بعد از عصر از اسرار خاندان پیامبر دانسته شده است. بر اساس این گونه روایات نیز فقهای عظیم و شأن ما چنین فتوا دادند که قضای نماز شب افضل از ادای نماز شب قبل از نیمه شب است. آن هم از این همه فضایل دنیوی و اخروی و آن هم از فضایل قضای نماز شب. این هم از اجازه کم کردنش در حد یک رکعت. دیگر کسی بخواهد خودش را محروم کند و در طول شبان روز یک دقیقه وقت ندارد، واقعاً یک چیزیش هست. خواندن نماز شب چه ادا و چه قضا؟ حوصله خواندن 11 رکعت با آن همه جزئیات را ندارم. کدام جزئیات؟ نماز شبی که توصیه شده است 11 رکعت است که می تواند 11 تا حمد خالی باشد بدون هیچ سوره و قنود و جزئیاتی. این که 10 دقیقه هم نمی شود،
اما اگر وقت یا حوصله همین 10 دقیقه را هم ندارید، می توانید کوتاه ترش کنید و به 3 رکعت و حتی 1 رکعت اکتفا کنید. آیت الله سیستانی در مسائل منتخبه چنین فتوا دادند: اکتفا کردن به شفع به علاوه وتر یعنی 3 رکعت یا وتر یعنی 1 رکعت به تنهایی در نماز شب مجاز است. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.